شاه لعلا از مسئولان کمیسیون انتخابات روز شنبه حضور مردم در انتخابات سراسری را پرشور توصیف کرد. هموطنان عزیز ما بسیار با یک شوق و شور خاص به خاطر انتخاب زعیم خود، به خاطر انتخاب رئیس جمهور آینده خود اینجا آمدند، رأی خود ریختند. ژنرال ایوب سلنجی معاون وزارت کشور افغانستان گفت در حالی که مردم آن کشور در صفهای حوزه‌های رأی‌گیری حضور داشتند، نیروهای امنیتی آن کشور توانستند با شکست آشوبگران امنیت انتخابات را تأمین کنند. دشمنا در اکثر نقاط افغانستان تحرکاتی داشتند که جواب دندان شکن از طرف نیروهای امنیتی برشان داده شد. او به جزئیات و ماهیت حملات آشوبگران اشاره ای نکرد. بیش از 200,000 نیروی امنیتی تأمین حدود 6,500 حوزه رأی‌گیری در سراسر افغانستان را به عهده داشتند. مردم افغانستان به رغم تهدیدهای طالبان روز شنبه در سطح گسترده‌ای که خارج از انتظار بود برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و حدود 450 نماینده سراسری در انتخابات شرکت کردند. مقام‌های افغان می‌گویند تعداد آرای کسب شده در انتخابات روز شنبه بسیار بالاتر از 4,600,000 رأی در انتخابات سراسری در سال 2009 خواهد بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در ساعات اولیه انتخابات رأی خود را به صندوق انداخت. او انتخابات روز شنبه را تاریخی خواند. بر اساس قانون اساسی افغانستان آقای کرزای نمیتوانست پس از حدود 12 سال ریاست جمهوری بار دیگر نامزد انتخابات شود. برگزاری صلح‌آمیز انتخابات سراسری و حضور گسترده مردم در انتخابات سراسری در افغانستان در تصمیم کشورهای غربی برای تمدید و ادامه کمک‌های مالی اقتصادی به آن کشور نقشی تعیین کننده دارد. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.